از سوی دیگر آقا جان معتصم که وزیر مالیه سابق طالبان است در مصاحبه با شبکه خبری اطلاع روز گذشته گفته است که وای ادغامی از جمهوری و امارت اسلامی را برای ساختار حکومت افغانستان ترجیح میدهد و میخواهد نام آن نیز جمهوری اسلامی امارت افغانستان باشد. ساعت قبل صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این نظریه آقای معتصم در دو توییت طالبان را کم سوادترین گروه با ضعیفترین استدلال خوانده است که میخواهند امارت خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. شرح بیشتر واکنش آقای صدیقی را از خودشان میشنویم که از استودیو کابل با ما هستند. آقای صدیقی با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. در حالی که تبریک دیده در برنامه مذاکرات میان آمریکایی ها و طالبان در دوحه جریان دارد، ممکن موافقت صورت بگیره و قدم بعدی مذاکرات بین حکومت شما و طالبان است. مقامات حکومت افغانستان مکررن از کلمات شدید مثل گروه بیسواد برای طالب استفاده کردن. فکر میکنین که این از عدم آمادگی حکومت به مذاکره با این گروه نمایندگی میکنه؟ سلام بر شما و بیننده محترم شما. نخیر نه، من انتقاد ما به بحث هایی بود که آقای معتصم دیروز در یکی از تلویزیون ها داشتن. برداشت اکثریت مردم افغانستانی بود که با تاسف درک سیاسی و فهم سیاسی منطق و استدلال اعضای طالبا به ویژه یک عضو مهم طالبا بسیار پایین بوده و حتی 25 سال پیش وقتی که اینا امارت بالای مردم افغانستان تحمیل کرده بودن، طبعا جز مشکلات و موارد زیاد را که باعث بد شدن وضعیت کشور ما بود و آسیبی را که به کشور ما رساندن چیز دیگه نبوده. بله. دقیقا هنوز هم انتقاد ما بالای ایست که با تاسف با گذشت 20 چند سال هنوز هم ما میبینیم که افراد و اشخاصی که با طالبا در گذشته ربط داشتن، بله، تاکیدشان بالای یک ساختار است که با تاسف اصلا به خیر افغانستان نیست. امارت مردم افغانستان هیچ وقت قبول نکرده، بلکه با تاسف در گذشته تحمیل شده بود و حالا هم چون فهم سیاسی افغانستان و شعور سیاسی مردم افغانستان آنقدر بالا است که این موارد برشان بسیار عجیب معلوم میشه و از درک خود یا از فهم خود طالبا هم بسیار بالا است. وضعیت کنونی کشور ما، جمهوری اسلامی افغانستان در 18 سال گذشته یک ساختار بسیار قوی سیاسی است، مردمی است، با قوت اجتماع و مردم ساخته شده و هیچ گاهی هیچ نظریه دیگه نمیتونه که بالای ملت ما تحمیل شود. شما در بخش دوم توییت خود هم گفتین که ذهنیت طالبا مربوط به 3 دهه است، مردم نمیپذیرند. در حال حاضر مذاکره با ایالات متحده در بین طالبا جریان داره. فکر میکنه اگر ایالات متحده روی برخی از این خواستهای از اونا موافقه کنه، حکومت افغانستان در قبال از او چه خواهد کرد؟ خب ما با ایالات متحده آمریکا در قسمت پیشبرد مذاکرات در یک جهت روان هستیم. تاکید ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان است که جنگ خاتمه پیدا بکنه و طالبا از جنگ دست بکشن. با تاسف هنوز هم بزرگترین آسیب را طالبا به مردم میرسانه و طالبا که در قطر هستند، با طرف امریکایی در صحبت هستند. طبعا همه ما تلاش داریم تا بالاخره طالبا تغییر کنند، طالبا واقعیت های کنونی افغانستان، جامعه افغانستان و خواست مردم افغانستان بپذیرند. بله. و از جنگ دست بکشند. همه تلاش ها در جهت ایست که، بله، جنگ ختم پیدا بکنه و بالاخره طالبا از کشتن مردم دست بکشن، از ویرانی افغانستان دست بکشن، از دشمنی با یک نظام که اسلامی است و مردم افغانستان او را به یک بهای بسیار سنگین ساختن، بالاخره دشمنی با این نظام، بله، پایان بتن و این پروسه که یک فرصت است. آقای صدیقی، هم از طرف امریکایی ها و طرف حکومت افغانستان یک فرصت به نام پروسه صلح ساخته شده، طبعا بر ختم جنگ طالبا باید از این فرصت استفاده بکنند. بله. خب آقای خلیزاد، در این 3 روز شما را در جریان جزئیات حکومت افغانستان جزئیات نشست خود با طالبا قرار داده یا خیر؟ و اگر موافقه صورت بگیره، هیئت افغان به زودی وارد مذاکره با طالبان خواهد شد تا طوری که قرار است این مائده صلح تا 1 سپتامبر نهایی شود؟ بله، من خدمت شما عرض کردم که آقای خلیزاد در کابل بود، یک هفته سپری کردند و هر روز با رئیس جمهور دیدار داشتن و از قطر هم وقتی که نرفتن طبعا جزئیات را که میخواستن با طرف طالبان مطرح بکنه همیشه با حکومت شریک ساختن. ما و امریکا با مذرت، ما و ایالات متحده امریکا در قسمت پروسه صلح و پیشبرد پروسه در یک جهت هستیم. طبعا ما امیدوار هستیم که بالاخره تلاش های حکومت افغانستان و
ایالات متحده آمریکا نتیجه بده تا وارد یک مرحله دیگه شویم که گفتگوهای مستقیم با طالبان میانه حکومت افغانستان و طالبان که بالاخره دیده شود که خواست طالبان چی است و چی باعث خواهد شد که جنگ در افغانستان پایان بیابد و بالاخره طالبان هم وادار به این شوند که از جنگ دست بکشند. بله، ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه و از شرحی که در قبال توییت های اخیر خود برای بیننده‌ها دادند. تشکر آقای صدیقی. تشکر.